خب بچه ها تست سوم متن اولیتون رو ببینید. The author divides the organisms according to how they use energy, how they get food, how much energy they need to move, و whether they live on the land or in the sea. توی سوال اول درک مطلبتون اگه دقت بکنید، شما اومدید این تاپیک سنتنس رو خوندید، مگه نخوندید؟ خب اصلا یکی از خوبیای درک مطلب همینه، یعنی تو همینطوری که داری به بقیه سوالها جواب میدی میبینی مثلا جواب این سوال هم دادی، چون ما خونده بودیم مثلا اینو. ببین میگه organisms may be divided، تقسیم میشن به گروه های based on، بر اساس این که چطور غذا به دست میآورند. بچه ها معنی obtain یعنی به دست آوردن، obtain food یعنی غذا به دست آوردن، how یعنی چطور. آقا گفتیم که کلمه پرسشی وسط جمله باشه کلمه پرسشی نیست، پس باید چیکار کنم؟ باید مثل یک خبری ترجمهش کنم که چطور، نه اینکه بگم چطور حالت سوالی. پس چطور غذا به دست میارن؟ بچه ها اینها how they get food، یعنی اصلا معنی obtain اونجا میشه get. و اصلا همیشه توی سوالات درک مطلب به همین شکل هست، خب که نمیاد که حالا حتما خود obtain رو بیاد بنویسه اینجا، خب به جاش اومده نوشته get مثلا، ولی همین که داره میگه که چطور غذا به دست میارن، تو فقط همین نکته رو اگر میدونستی که آقا obtain مساویه با get میشه، به راحتی میومدی گزینه دو رو انتخاب میکردی. بچه خوندن واژگان توی یک چرخه مترادف متضاد در واقع منظم، خب که جزء لغات پرتکرار کنکور هم باشه، اون چرخه میتونه به شما کمک بکنه که شما حتی به راحتی یک تا دو تا تست درک مطلب رو جواب بدید. اصلا از این نکته نگذرید که یه سری لغات سینونیم هاشو نیاز ندارم، نباید یاد بگیرم، نه. همیشه یک منبع خوب داشته باشید که این لغات رو روی یک چرخه خوب نوشته باشه و اون جاهایی که احتیاج هست این سینونیم ها رو برای شما یادآوری کرده باشه، چون اینها اینجاها به دردتون میخورن که به راحتی تست درک مطلبتون میتونی بزنید.